خداوند، آنان درباره تو سخنان زشت بر زبان می آورند و به تو کفر می گویند. پس ای خداوند، آیا حق ندارم از کسانی که از تو تنفر دارند متنفر باشم؟ آری، از آنها بسیار متنفر خواهم بود و دشمنان تو را دشمنان خود تلقی خواهم کرد. خدایا، دل مرا تفتیش کن و افکارم را بیازما. ببین آیا فساد و نادرستی در من هست؟ تو مرا به راه حیات جاوید هدایت فرما. دوستان عزیز، امیدوارم که از شنیدن قسمتی از کلام خداوند که خدمتتون عرض کردم برکت گرفته باشید، چنانچه مایلید که کتاب مقدس انجیل را مجانا دریافت کنید تا بتونید خودتون در منازل مطالعه بفرمایید. میتونید با من تماس بگیرید تا کتاب مقدس را خدمت شما ارائه بدم. میتونید با شماره تلفن 604-788-5211 از من کتاب مقدس رو درخواست کنید. خب، امیدوارم که این قسمت واقعا با دل شما هم صحبت کرده باشه. از قدرت، عظمت و دانایی خداوند چقدر زیبا برای ما گفت. در هفته های آینده با هم دیگه راجع به این سوال که به راستی چرا خداوند بعضی دعاهای ما را بی جواب میگذاره بیشتر صحبت خواهیم کرد و از خود خداوند خواهیم خواست که توسط کلامش و روح مقدسش به ما بگه دلایل اون چیه تا ما بنا به خواست او عمل کرده و موفق بشیم تا جواب دعاهامون رو بگیریم. خب، حالا که فهمیدیم گناهان اعتراف نکرده ما میتونن یک دلیل مهم برای جواب نگرفتن از خداوند باشن، چه بهتره که همین حالا این کار رو بکنیم. عزیزان، خداوند گناهان ما را حتما در نام و ایمان به پسرش عیسی مسیح خواهد بخشید و می آمرزد. پس با هم دعا کنیم. خدای قدوس و پاک، ای خدایی که ما را آزموده ای و شناخته ای، خداوندی که هیچ فکر و عملی از تو پوشیده نیست، خداوندا به حضورت در نام عیسی مسیح دعا می کنیم که گناهان مخفی ما را ببخش و در داشتن یک زندگی پاک و سالم کمک بفرما. خداوندا، من به پسر عیسی مسیح که برای بخشیده شدن گناهان من مصلوب شد ایمان می آورم. خواهش می کنم با روح قدوست به من آن توانایی و حکمتی را عطا کن تا بتوانم دیگران را ببخشم و مانند تو دوست بدارم. در نام عیسی مسیح دعا می کنم و با ایمان می گیرم. آمین. خب عزیزان، خدا را شکر به خاطر نیم ساعت پربرکتی که با هم داشتیم. امیدوارم از آرامش الهی خداوند پر شده باشید. باز هم تکرار می کنم، چنانچه مایلی کتاب مقدس انجیل یا مطالب دیگری که شما را در شناخت بهتر عیسی مسیح و راه های خدای یکتای مهربان کمک می کنند داشته باشید، با من با شماره تلفن 604-788-5211 تماس بگیرید. همینطور شما می توانید با همین شماره نظرات و درخواستای خودتون رو با من در میان بگذارید. در اینجا تا فرصت دیگه برای شما آرزوی سلامتی، برکت و آرامش روح و جان دارم.
لحظه ای از عمر ما پر گشته است، لمس خدا هر قطره ای از عشق و آه نحری شد از وجد خدا، هر مشکل و حاجات ما آمی شده به خدا، شیرین شده تلخی ما از شرف آن پر خدا، شیرین شده تلخی ما از شهد آن حضور خدا. که می شدم محتاج من تا بازگیر دست تو، از عشق و شوق دیدنم آرام گیرم نزد تو، با فیض خود یارم شدی آنگه که بردارم شدی، من از نیاز رویت شدم به بردارا بخورم شدی. من از نیاز رویت شدم تو در غنا بهرم شدی، آن راز و گنجا بردهی از دولتت بی انتها، در آسمان بخشیدهی میادگاه عشق ما، صد ها هزار حمد و ثنا شایسته که باشد ترا، صد ها هزار حمد و ثنا ای خالق و شاه ما. شد از وجد خدا، هر مشکل و حاجات ما آمی شده به خدا، شیرین شده تلخی ما از شهد آن پر خدا، شیرین شده تلخی ما از شهد آن پر خدا. شبم محتاج من تا بازگیرم دست تو، از عشق و شوق دیدنم آرام گیرم نزد تو، با فیض خود یارم شدی آنگه که بردارم شدی، من از نیاز رویت شدم به بردارا بخورم شدی. من از نیاز رویت شدم تو در غنام بهرم شدی، آن راز و گنجا بردهی از دولتت بی انتها، در آسمان بخشیدهی میادگاه عشق ما، صد ها هزار حمد و ثنا شایسته که باشد ترا، صد ها هزار حمد و ثنا ای خالق و شاه ما.